مذاکرات یه صحبتی بکنم. این جلسه آخره که رفتن، دفعه آخر، الان رفتن برای مذاکره؟ نه، یا برای توافق یا برای عدم توافق اصلا. احتمالاً کار تمومه. دفعه قبل همین چیز بود که قرار بود، یعنی چهارشنبه گذشته اگر اشتباه نکنم، آقای باقری اومده بود که شنبه دیگه آقای امیر عبداللهیان رو ببره برای یک شنبه گذشته توافق تموم بشه. خب یه مقدار اشکالات خیلی جدی بود نسبت به این قضایا. ما اینجا زیاد من اومدم علیه برجام و علیه همه چیز. از امروز هم باید به نظرم ما هیچ تعهدی به هیچ کس نداریم. ما نه دشمن هیکل ظریف بودیم که عاشق هیکل آقای امیر عبداللهیان یا آقای باقری باشیم. منافع ملت برای ما مهمه. من اگر بعضی از نکات رو عرض بکنم بعد علتش رو خدمت شما مطرح خواهم کرد. فرصتی نشد. من البته هم تو مؤسسه هم برنامه افق، به ویژه تو برنامه افق، خیلی به صورت تردیدی مطرح کردم، چون اخبار خوبی دستم نرسیده بود، اخبار منفی زیاد بود. این اخبار منفی الان خیلی جدی شد و بعضی ها رو که میتونم خدمت شما عرض بکنم اینجا مطرح خواهم کرد. اگر دوستانی هستن، کسای دیگه هم صدای بنده رو میشنوند، دقت کنن. به نظر بنده باید خیلی جدی نسبت به این قضیه ما یه واکنش منطقی خوب داشته باشیم. آنچه که من میفهمم این است هیچی عوض نشد. یکی از اشکالات عمده در سراسر کشور به آقای رئیسی اینه که بدنه دولت همون دولت سابق. من در داخل کار ندارم، اما در وزارت خارجه الان دارم حرف میزنم. سروران عزیز، هم مبنا و هم افراد همان است که همان است، هیچی فرق نکرد. لذا منتظر یک برجام دیگر حتما باشید. من چند تا نکته رو خدمت شما عرض میکنم، خیلی با ناراحتی هم هست، واقعا جای تأسف داره. تو بحث تحریم ها طبق قانون مجلس قرار بود که کاتسا، آیسا، یوترن، کانورژن، اینا همه برداشته بشه، لغو بشه. تو این توافق جدید هیچی لغو نمی شود و آقایون دارن توافق میکنن همین نکته را. مقام معظم رهبری فرمود که همه چیز باید لغو شود. اومدن گفتن از اول بعد از انقلاب تا به حال که نمیشه ما همه چی رو، رفتن پیش آقا، نمیشه همه چی رو لغو بکنیم که. خب گفتیم حداقل بعد از برجام، کاتسا مال بعد از برجامه، آیسا در زمان برجام تمدید شده. قانون آیسا تحریم انرژی است، نفت ما، گاز ما. لذا وقتی که اگر اومدن الان برای شما مطرح میکنن تو فضای مجازی که نه اینا قراره برداشته بشه، بدانید اینا یه مقدار وقتی که شما تصریح میکنی آقای وزیر خارجه تو مجلس که آیسا و کاتسا و اینا برداشته نمیشود، یعنی در حوزه انرژی ما حتما دوچاره. حتی ویوم قبول نکرد آمریکا انجام بده نسبت به این قوانین. میدونید ویو معنیش چیه؟ یعنی مثلا 120 روزه، 180 روزه، یه توقفی، یه چیزی. در لیست SDN، SDN میدونید دیگه، SDN لیست، وزارت خزانه داری آمریکا، این چیزی که الان داره میاد بیرون اینا توشه، اینا تو این توافق اینا هست. اونایی که بلندگو دارن، ما رو سر منافع ملت نباید کوتاه بیاییم. وزارت خزانه داری آمریکا هر کشور، هر فرد و نهادی رو که تو آمریکا، توی جهان، فقط محدود به ایران نیست، تحریم میکنه، توی لیستیه به نام SDN. این نسخه هایی که من دارم الان شما میتونید تو بگیرید، 1100 خوردی صفحه است.
اسم حاج قاسم یه وقتی من میبردم تو اون لیسته. در زمان برجام رسید به 200 نفر از ایران، با تلاشی که کردن رسوندن 980 نفر و نهاد. تو این توافق آقایون لطف کردن، آمریکا لطف کرد گفت 20 تاشو برمی‌داریم. آقایون دارن توافق میکنن. 960 فرد و نهاد دیدم که تو جلسه میگه و شما الان دارید میبینید یا آقای دفتر مقام معظم رهبری ما ناچارم باید ورداریم. عجب، اولا داریم منت بگه میذاریم، ما این همه فرد و نهادیم که ما درگیری، مگه دفتر مقام معظم رهبری مگه رابطه مشکل اقتصادی داره، شرکت داره مگه، کارخانه مگه داره، مردم مشکل اقتصادیشون باید حل شود. قبول کردم 20 تاش برداشته بشه. تو بحث کانورژن من یه مقدار توضیح بدم معنیش چیه. ببینید ما الان به کره مثلا نفت صادر میکنیم، آمریکا اعلام کرد مطلقا هیچ کشوری حق دادن دلار به ایران ندارد. تو این توافق ما اینا رو پذیرفتیم. گفتن خب یورو بدید، گفتن 10% میتونیم بدیم، 90% شما باید پول کشور خودمونه بگیرید. خب ما یوان که به دردمون نمیخوره، ما میخوایم تبادل داشته باشیم با جهان. با یوان که نمیشه، یا دلاری یا یوروی مثلا. اینجا باید ارز رو تبدیل کنیم. بچه های انقلابی دو تا شرط گذاشتن تو این توافق. یک، اتحادیه اروپا موظف است مکانیسمی ایجاد بکند که این تبدیل ارز صورت بگیره تا ما به راحتی بتونیم ارز خودمون رو داشته باشیم، به هر کشوری خواستیم منتقل بکنیم. دو، آمریکا متحد شود مخالفت با این مکانیسم انجام ندهد. تیم آقای ظریف که الان حاکم است بر مذاکرات به شدت مقابله کرده و اصلا این افراد بنداز دور، شما تندید، کار به جای رسیده، سرتیم مذاکرات من دیگه اسمش نیارم، این که از خودمونه به این بچه انقلابی میگه شما تندید. نتیجه چی شد؟ من متن انگلیسیشو دیروز دیدم، داره اتحادیه اروپا ویل انگیج، درگیر میشه. آقا گیر آوردید ما رو؟ درگیر میشه یعنی چی؟ این یعنی تعهد اتحادیه اروپا؟ بحث کانورژن بسیار برای ما مهمه. هیچی توی توافقی که ما داریم نیامده است. اونی که آمده ویل انگیجه. شناسایی مشتری. ببینید ما الان فردای توافق ما میخوام بریم برای فرض کنید با زیمنس آلمان، ما میخوام یه رابطه ایجاد کنیم، یه شرکت اقتصادی ما میخواد ارتباط برقرار کنه با زیمنس آلمان. خب باید با یه بانکی، بانک عاملی شما در نظر بگیری، LC باز بشه، این بانک با بانک آلمان باید در ارتباط بشه. یه بحثی رو مطرح میکنن، مبادا این فرد ایرانی در یک ارتباط با گروه های تروریستی و تحریمی باشه. یه بحثی داریم تو بحث FATF هم بود، شناسایی مشتری. خب شناسایی مشتری معنیش چیه؟ الان 960 نفر فقط تو لیست STN داریم فرد و نهاد. میگن اگر این فرد و نهاد با یه گروه دیگه، با یه گروه دیگه، من چند بار این حرف زدم، خدا رحمت کنه حاج قاسم رو، حاج قاسم وقتی که وارد معاملات اقتصادی اگه مثلا میخواست بشه برای تحکیم گروه های مقاومت، خودش که وارد نمیشد که، هزار تا واسطه میخورد. اونا میگن شناسایی اصلی، باید مشتری اصلی رو گیر بیارید که اگر این افرادی مرتبطن هزار تا واسطه، خب کی باید این شناسایی مشتری رو انجام بده؟ میگه بانک آلمان باید این شناسایی مشتری رو هم برای مشتری خودش هم با مشتری طرف ایرانی انجام بده. اون وقتی که 200 نفر بودن تو برجام، هیچ کس جرئت نمیکرد این کار رو انجام بده. میدونی آمریکا چیکار میکنه؟ به تعبیر من پدرشونو در میاره. فقط یه بانک فرانسه را، یک بانک فرانسه را تو یک رقم 9 میلیارد دلار جریمه کرد. آمریکا تو این بحث خیلی، آقا اصولگراتر از آمریکا ما نداریم، رو اصول خودش الان در اوج ذلته.
چنان قوی تو مذاکرات الان حاضر می شود و دوستان ما بسیار ضعیف حاضر شدن. دوستان ما بچه های انقلابی پیشنهاد دادن تو این توافق بیاید که شناسایی طرف مشتری غربی با اونا باشه، اما شناسایی طرف مشتری ایرانی با ایران بانک ایرانی باشه که نباید مواد دست اونا باشه. باید به این بهانه اینا منتفی شد. تو بحث تضمین ها هزاران بار داد زده شد سه نوع تضمین باید گرفته شود. خب چی جوری آمریکا بگه من بد عهدم؟ آخه هزاران بار داره میگه من بد عهدم. تضمین گرفته شود یک، آمریکا و هیچ کشور غربی از برجام خارج نمی شوند. دو، تضمین گرفته شود که اینا را ابزاری قرار نمی دهند برای اعمال مکانیسم ماشه اسنپبک. سه، تضمین بدهند که تحریم جدید وضع نمی کنند. سروران عزیز، تو این توافق هیچ تضمین از این سگانه مطلقا تضمین داده نشد. دوستان انقلابی اومدن شرط گذاشتن تو این توافق. الحمدلله دوستان آقای ظریف که الان همه کاره مذاکرات ما هستن، آقای صابری، آقای بقایی، آقای سادات میدانی، میدونی اعضای تیم کیان دیگه؟ ما سه تا کمیته داریم سروران عزیز. یه کمیته هسته‌ای، یعنی عقب نشینایی که ما باید داشته باشیم. یه کمیته تحریم، تحریمایی که اونا باید بردارن. حالا کی اول کی دوم؟ یه کمیته ترتیبات اجرایی داریم. هر سه تا سه نفر اصلی کلیدی مذاکرات تیم مذاکراتی آقای عراقچی، آقای ظریف. الان هستن الان. اضافه کنید کمالوندی الان جزء عضو تیم مذاکرات ماست. اضافه کنید آقای امیری عضو تیم مذاکرات ماست. توجه کنید این آقای رئیسی یه بار باید به ملت پاسخ بدهد. مبنا من دیگه اینجا نگم، مبنا شده همون مبنا. بالاخره باید به توافق برسیم دیگه، بالاخره باید مشکلات مردم حل شود دیگه. میدونی جمله یعنی چی؟ یعنی بدون توافق مشکلات مردم حل. آقا مشکل آب یادتونه؟ مشکل آب، مشکل فضا، مبنا همان مبناست. اون وقت یه قول جلوتر بیاییم، جمله کلیدی آقای ظریف، هر گونه توافقی بهتر از. داریم به اینجا کشیده میشیم. مبنا همان مبنا، افراد همان افراد. دوستان ما گفتن آقا بیاید شرط بذارید. میگم اگه در معاهدات بین‌المللی میشه شرط گذاشت. آخه نمیدادم چی تعبیر بکنه. شما یا نمیدونید یا دارید دروغ میگید. شما همین FATF رو در نظر بگیرید، راه خروج نبسته روش. CFT رو نگاه بکنید، راه نذاشته، شرط نذاشته. چه اشکالی داره ما با طرف شرط کنیم بگیم 10 سال 15 سال حق فسخ ندارید اصلا، نمیتونید خارج بشید. مثل حق فسخ که ما بر خودمون میذاریم. دوستان ما پیشنهاد دادن توی این توافق در توافق بیاید که این باید بره توی کنگره مصوب شود. مصوبات کنگره دو نوعه، یکی قانون خودشه، یکی هم توافقاتی است که رئیس جمهور میتونه بده به کنگره. این نصف به علاوه کافیه. الان کنگره آمریکا دموکراتن، این آقا هم دموکراته، اکثرا دموکراتن، نصف علاوه کافیه. ببین ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشود دیگه اگه ترامپ بیاید به ریش ما نمیخنده، یه خودکار بگه یه کاغذ انقدری من از برجام خارج شدم، باید ببره تو کنگره مصوبه بگیر، اون وقت برش سخت خواهد شد. به شدت جلوی این کار ایستادن دوستان های ظریف. خود این چه حرفایی میزنید شما؟ میدونید چی اومده؟ مسخره به خدا قسم آمده از تو متن. ایران میگوید، نه اینکه از خود اونا، از زبان ما مینویسن. ایران این چیزی که الان به ما تعهد دادن اینه، نه تعهد دادن از برجام خارج نشن، نه تعهد دادن که تحریم جدیدی وضع نکنن علیه ملت ایران، نه تعهد دادن که مکانیسم ماشه رو. چی اومده تو دو تا نکته خیلی جالبه. یک، آمده است که ایران میگوید،
که بایدن گفته است، تازه از ما شرط گرفتن، تا مادامی که ایران به تعهد خودش باقیه من به تعهد خودم عمل میکنم. به جای اینکه ما او رو تنچی کنیم، مشروط کنیم کارش را. نکته دیگه دوستان ما پیشنهاد دادن، الان این دوستان ما کنج کنجن، تندن، شدن تند. بچه های آی ظریف اینا علامه دهرن، نمیدونیم آدم چی بگه به خدا قسم، حرفایی که زده میشود. دوستان ما پیشنهاد دادن اگر آمریکا خارج شد، اگر تحریم جدیدی وضع کرد، اگر مکانیزم‌هاش اعمال شد، تو متن بیاید، تو متن توافق، ایران حق دارد بفرمایید مجاز است غنی سازی بالاتر از 5% را بلافاصله آغاز کند و نظارت های فراپادمانی مثل نظارت پروتکل رو خاتمه داد. مطلقا اینا همه هست شد. ببینید چی اومده به جاش؟ آمده است اگر مکانیزم‌هاش اعمال شد و تحریم جدید و اینا، ایران به بند 36 و 37 برجام، یعنی مسخره. بند 37 یعنی چی؟ یعنی ما شکایت کنیم به کمیسیون مشترک، به خود آمریکا، بعد بره تو شورای امنیت، بعد توجه دارید؟ این توافقی است. عرض میکنم حالا مجلس باید چیکار بکنه نسبت به این توافق؟ خیلی باید حساس باشیم. در اجرا قرار بود آمریکا اول تحریما رو برداره، بعد راستی آزمایی بشه، بعد گزارش به مجلس داده شود، بعدن مجلس اجازه بدهد که اینا اقدامات کاهشی رو داشته باشن. سروران عزیز، از این چیزا هیچ خبری نیست. اومدن روزهای مختلف رو درست کردن برای خودشون. در مورد آزادسازی پولها، 7 میلیارد دلار تو کره داریم، مجموعا شاید 12 میلیارد دلار جای مختلف، تو توافق کردن رضایت آمریکا هم شرطه. اومده میوچلی آیدنتیفاید، ایران و آمریکا. این خیلی به خدا قسم من این واژه مقدار برای من خیلی حساسیت برانگیزه، چون شما الان عرض کردم من یه مقدار زیادی ممحض شدم تو بحث هستی، این بحث ژنو و لوزان رو دارم می‌نویسم. این واژه میوچلی یعنی چی؟ معنیش این است که تو توافق ژنو هم اومده از جای دیگه، رضایت دو طرفه. چند درصد غنی سازی داشته باشیم؟ ما رفتیم تو ژنو تعهد دادیم رضایت، هم رضایت ما و هم رضایت. الان در آزادسازی پول رفتن تعهد دادن رضایت دو طرفه، تعریف دو طرفه رو داشته باشیم. اما آقا چه مقدار پول باید آزاد بشه؟ آمریکا باید نظر بده. تازه آمده است ادامش هم داره، و در صورتی که با قوانین آمریکا در تعارض هم نباشد. علاوه اینکه رضایتش رو باید جلب کنید، آمده است با قوانین آمریکا هم در تعارض نباشد. آقا این پولا رو کجا میخوای ببرید؟ کدوم بانک؟ همه اینا رو باید آمریکا نظر بدهد. فقط برای غذا دارو میخوای مصرف کنید یا برای چیزهای دیگه هم میخوای مصرف کنید؟ در مورد سپاه برای ما خیلی مهمه، رفتم به دنبال FTO. من به وزیر گفتم پریروز آقا دست و پات میبوسم، ولش کن FTO رو، برو دنبال SDGT. FTO تحریم سپاس در بحث سیاسی. شما اگر رابطه داشتی با سپاه فرض کنید محروم میشید از اینکه بلا سیاسی سفرهایی داشته باشید، کی بخواد حالا سفر بره؟ اما SDGT بحث اقتصادی است بابا، فقط قرارگاه خاتم میاد یه بالاشگاه ستاره خلیج فارس درست میکنه، بخشی از ابزار و ابزارالات ما خارجی است، باید با بانکهای خارج از کشور خیلی سپاه میتونه وسیع کار بکنه به لحاظ اقتصادی. اومد چی اومده است؟ سروران عزیز تو تحریما آمده است کسی با سپاه رابطه داشته باشه، تا حالا بانکهای خارجی و هر بانکی رابطه داشته باشه جریمه میکرد، الان جریمه نمیکنه، بالاتر از جریمه. بدبختیش اینه اگر یه بانکی تو فرانسه مثلا با سپاه قرارگاه خاتم رابطه داشت،
خود اون، چون سپاه شده یک گروه تروریستی، خود اون بانک فرانسه ملحق می شود به لیست تروریستا. اون وقت معنیش میدونی چیه؟ معنیش اینه اون بانک فرانسه مثلا با بانک انگلستان، با بانک ژاپن دیگه اونها هم نمیتونن با بانک فرانسه رابطه داشته باشن، چون اگر اون شده تروریست او هم رابطه داشته باشه، او هم ملحق میشه به تروریست. خب بس بانک فرانسه هم مرض داره با سپاه رابطه داشته باشه؟ کدوم فرد و نهادی جرأت میکنن با سپاه رابطه داشته باشن؟ گفتم برو SDGT رو بردار. مطلقا چون این چیزهای خبری ازش نیست تو این توافق. این توافق تقریبا و تحقیقا همان برجام خسارتبار است. همان تیم است، یک، همان مبناست، کس دیگه نیست. اعضای تیم اینان، اسم آوردن براتون. این ساعت میدانی کیه؟ این بقایی کیه؟ این آقای صابری انصاری. من پیش ظریف نشسته بودم، من اشکال به ظریف میکردم، او جلز زولز میکرد در دفاع از برجام. اینا خروجیشون برجامه، دستاوردشون برجامه. اون وقت میان میگن که اون تیم انقلابی آدم های ضعیفی بودن. آقای باقری به این نتیجه رسید که باید از تیم آقای ظریف استفاده کنند. اینا ضعیف بودن، شما قوی تر از فردی که الان گذاشتید کنار تو این، من این مقدار کدلا دارم، تو ایران دارید، تو ایران قوی تر از ایشون دارید؟ فعلا که گذاشتن کنار. سرورن عزیز، آماده یک برجام دیگری باشید. البته واقعا آقای جلالی، ما تو مجلس باید نسبت به قانون خودمون جدی وایستیم. الان دارن به اسم نظام تموم میکنن، من دیگه اسامی اون افرادی که تصمیم گیرن تو نظام اینجا دیگه نیارم، پشت تریبون اعلام نکنم. یه 5-6 نفرن. نظام یعنی آقا گفته؟ میگن نه آقا نگفته. پس یعنی چی به اسم نظام دارید تموم میکنید؟ آقا فرموده، ما هر چی آقا بفرمود قبول داریم. من پیغام های گوناگونی تو مجلس از طریق آقای حسینی به آقای رئیسی دادم، جای مختلف، که آقا مواظب باشیم، مواظب باشیم. متاسفانه چیزی خبری نشده و مذاکرات الان به هیچ وجه به نفع ما نیست. اونا اونقدر قوی عمل میکنن و ما اونقدر ضعیف. ما در اوج عزتیم. تو این مذاکرات بعد از حمله روسیه به اوکراین، نمایندگان این سه تا کشور اروپایی اعلام کردن تو مذاکرات از این بعد نماینده روسیه نباید بیاد بشینه، اگه این بشینه ما نیستیم. عجب چقدر قوی هم توی، گفتم اصولگرا به اونا میگن، محکم وایستادن رو حرفا خودشون. یه مقدار مطالبات خودمون، اونایی که بلندگو بودستن، توضیحاتی که بعضی از دوستان دارن میدن، فقط یه نکته رو همه رو ازشون بخواید. الا یا ایوهت طلاب ناشی، بله علیکم بالمتون، لا بله باش. اومد تو مجلس هم گفت، من همین رو بهش گفتم، گفتی این میشه، این میشه، این میشه، این میشه. من اینو دیگه بهش نگفتم آقای فلانی میگه این تحریم ها، این تحریم ها، این تحریم ها، این تحریم ها. بعد آخرش گفتیه دیگه بهش نگفتم. تو الان ما یاد حرف آقای عراقچی و ظریف و روحانی و اینا میفتیم. بهش گفتم آقای فلانی اینا یعنی لغو میشه یا تعلیق میشه یا سیز میشه. گفتم یه چیز بگم، برجام تا حالا کف مطالبات ما بود. سروران عزیز، این جمله آخر بنده، الان سقف مطالبات ماست. این جمله آقای وزیره، سقف مطالبات ماست. این جمله رو دقت دارید؟ چرا ما باید به اینجا کشیده بشیم تو مذاکرات؟ الان که ما در اوج عزتیم، نفت نمیتونیم بفروشیم که این دروغا رو مطرح کردید، پول نمیتونید بیارید. وزیر نفت اومده میگه ما مشتری دم در داریم، نفت نداریم بدیم. پس الان لنگ چی هستی؟ میگن یه تنفسی بشود. تنفس برای ما، یه تنفس برای آمریکا. سروران عزیز، الان تنفس برای آمریکاست، نه تنفس برای ما. یه مقدار از این هجوم، ما الان 1.200 عادی داریم میفروشیم از راه دور زدن تحریما. آمریکا میخواد
این طرفش شل بکنه، تمام این مسیرها دوباره پیدا می شود. یه تنفسی می شود برای آمریکا که بتواند تمام راه‌های دور زدن مقابله با تحریم‌ها جلوش گرفته شود. به نظر بنده خیلی باید دوستان مطالبه جدی داشته باشیم، متن رو باید ارائه بدن ببینیم چه چیزی از توش به دست بیاد. انشالله که بیشتر به هوش باشیم، از آنم هست. دعا میکنیم خدا بر عمر پربرکت مقام معظم رهبری بیفزاید انشالله و مشکلات مردم رو حل بکنه. یه صلوات بفرستید.